خب مسئله بعدی رویاها بود، گفتیم که سومین چیزش رویا. خب سبک زندگی افراد، ادلر میگه در رویا هم منعکس میشه. یعنی ادلر با عقیده فروید در رابطه با اینکه رویاها ابراز امیال کودکانه هستن یا اون آرزوهای تحقق نیفته هستن مخالف بود دیگه. میگه نه، رویا امیال سرکوب شده یا آرزوی به تحقق یافته نیست. پس انشون میگفت رویا چیه؟ میگفت رویا آینده نگره و سرنخی رو برای حل کردن مشکلات آینده در اختیار ما میذاره. ببینید دقت کنید، رویا آینده نگره نه آینده بین. آینده بین با آینده نگر متفاوت ها. به این واژه ها دقت کنید. ادلر اعتقاد نداشت که رویا از آینده خبر میدهد. مثلا شما یه رویای میبینیم، این نشانه اینه که در 5 سال بعد مثلا خونه میخری. آینده رو تعریف نمیکنه، مثلا رویایی که 7 گاو اومدن 7 فلان خوردن پیشگویی کنه در رویای یوسف مثلا، اینجوری نیست. آینده نگره یعنی میتونه راه حل هایی رو در راستای حل مشکلات به ما ایجاد کنه، اما نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه. که رویا نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه، ولی چیکار میکنه؟ تلاش خواب بیننده رو برای حل مشکلی که نمیتونه اون رو با عقل سلیم حل بکنه نشون میده. یعنی مشکلی رو که نمیشه حلش کرد در واقعیت، این رو میاد در رویا حل میکنه. پس در واقع آینده نگره دیگه، چون این مشکل نمیشه حل بشه، انگار که در رویا در آینده حل شد. مثلا خود ادلر میاد از یک رویایی از خودش میگه، میگه من بعد از اینکه اولین بار رفتم آمریکا، سفر کردم به آمریکا، میگه یه رویایی داشتم که خیلی اینجوری بود که خیلی دوست دارم که این روانشناسی فردنگرم رو توی یک کشور آزاد و جدیدی که از قید و بندهای فروید و اینا و وین و اینا راحت بشم اونجا برم ارائه بدم. یعنی میگه من تو این فکر بودم قبل از اینکه میگه میخواستم وین رو ترک کنم به سمت آمریکا. من خواب دیدم که سوار کشتیه. میگه در حالی که تو کشتی بودم یه دفعه وارونه کشتی غرق شد و تمام اموال با ارزش من اونجا تو اون کشتی بود و این دریا همه این اموال رو از بین برد. خب میگه منم پرت شدم تو اقیانوس تو خوابم. بعد میگه مجبور بودم برای اینکه نجات پیدا بکنم شنا کنم دیگه تو خواب. میگه من تنها همینجور واسه خودم هی شنا میکردم و شنا میکردم و با یک نیروی خیلی قوی اراده و قاطعیت بالاخره رسیدم خشکی من آمریکا رسیدم. شنا کرده دیگه، کلن کل وین تا آمریکا رو شنا کرد. خب این ببینید در اینجا ادلر چی میاد میگه؟ میگه پس در نتیجه من که علاقه به این داشتم که روانشناسی فردنگر رو در جایی رشد بدم که زیر چتر فروید نباشه، چون تو اروپا فرمان روایی فروید بودی، اونجا اصلا جرأت داشتی تو حرف بزنی، فروید به اون عظمت مثلا زنده هم بود، خودش این نظریاتم داده بود اونجا. میگه پس منم خودشم احتمالاً در حد و اندازه فروید نمیدیده ادلر دیگه، یعنی در ناخودآگاهش واقعا هم خودشو اندازه فروید نمیدونسته. چرا؟ برای اینکه خودش هم میفهمیده هر چقدر من نظریم خوب باشه باز اولون شروع کرد دیگه. اون نبود که اصلا ما نمیدونستیم مثلا روانی وجود داره، این روان رو به مفهوم امروزی اصلا اون ایجاد کرد ساختاربندیش رو. در نتیجه خب میگه این چیز بوده دیگه. در نتیجه این رویا رو چجوری میاد تعبیر میکنه؟ اینجوری که آقا تو باید جرأت خطر کردن داشته باشی، از اموال دنیویت از این 4 تا آتشخالی که تو وین داری دست بکشی، بلند شو بری دیگه. پس ببین چیکار کرده. ببین رویا آینده بین نیست، آینده رو پیش بینی نمیکنه، آینده نگره. یعنی مشکلی رو که ادلر نمیتونه الان حل بکنه، این مشکل اینه که روانشناسی فردنگرش رو چجوری اشاعه بده، چجوری بیاد رشدش بده رو نمیتونه حل بکنه، رویا براش حل میکنه. رویا میگه آقا خب بیا بزن به دل دری، برو دیگه، برو آمریکا، برو اونور، برو یه کشور جدید، برو یه جای جدید شروع کن چیز کردن. پس اینجا ادلر اینگونه رویاها رو میده و از طرف دیگه ادلر میاد چی میگه؟ میاد میگه درسته که این رویاها رو شما میتونی به راحتی تعبیر بکنی، تفسیر بکنی، ولی اغلب این رویاها میگه خودفریبیه و خواب بیننده اصلا نمیتونه اینا رو درک بکنه. یعنی رویا انگار برای فریب تو شکل میگیره و تعبیر رو دشوار میکنه چون فریبت میده. حالا ادلر میگه هرچی هدف فرد از واقعیت دورتر باشه، رویای اون احتمالاً دارای خودفریبی بیشتری میشه.
خب مثلا فرض کن الان محمد هدف مثلا رویاش این باشه که به رأس قلل سیاسی ایران برسه، مثلا رئیس جمهور بشه مثلا، در این حال سبک زندگیش هم وابسته است مثلا، اما مامانش هم نمیتونه جداش مثلا، این سخت دیگه، این رویا با این سبک زندگی، اون سبک زندگی علی رو یادتون دیگه، گفتم اینا باید حفظ کنید دیگه، اون چیزا رو یادتون باشه. تو ایران سخت نیستی، خیلی هم دستی افتادی. نه اتفاقا تو ایران که سختره، که اونجا که اصلا محمد باید بره حوزه، و اونجا محمد الان از در واقع اون صفات ریاست جمهوری یا امکانات ریاست جمهوری یه دونه ابزارشو داره، اون هم تریاک کشیدنشه، و اینا بقیه رو نداره، فقط همین اعتیاد رو داره، بقیه رو هنون نداره، بقیه رو باید کسب کنه که بتونه در استاد با اتفاقا استاد من میخواستم یه سوالی از شما بپرسم که شما چی میزنید، یعنی چی مصرف میکنید که میتونید یه سر 4 ساعت بدین که چور بزنید سوال آره حالا تازه اینا بهت بگم که من الان صحبت کنید بعد از کلاس دوم باز دوباره کلاس دیگه دارم، باز نمیدونم دانشگاه و یه جا دیگه باز کلاس دارم، باز شب نمیدونم کلینیک و مطب، باز مریض دارم، همون دیگه این چی جوریه، چی نظم آره و... چه دارویی نظم و در واقع نظم و ترتیب، در واقع من با نظم و ترتیب، حالا این که شما دبیم من از کودکی همینجوری بودم دیگه، نمیدونم، همیشه یه نظم و ترتیبی داشتم، و همیشه من مثلا در روز حداقل یه 10-15 ساعتی کار و فعالیت کردم دیگه. بسیار عالی. خب پس اینجوری حالا برگردیم سراغ این ماجرا، که این پس فرض این رویا اینه که میخواد رئیس جمهور بشه، حالا این میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد فوق ما فوق همه دنیا بشه، رأس دنیا بشه، در این حال سبک زندگیش هم وابسته است. خب این هدف جاه طلبانه ای که این داره میاد چجوری ایجاد میشه در رویا؟ مثلا فرض کنید تو رویا میتونه عدل میگه میتونه ببینه که روی شانه مثلا یه آدم دیگه ای قرار گرفته، رویای هم شدن روی یه شانه دیگری رو مثلا داره میبینه، که مثلا من آقا در خواب، عدل میگه اینا رو تو کتابش، عدل میگه مثلا این طرف میاد تو خواب میگه که من همش خواب میبینم رو دوش یکی دیگه داره راه میره، یعنی هم به رأس رسیده هم به قله رسیده، دور دست ها رو داره میبینه، همین که وابسته است دیگه، یکی دیگه داره میبرش. خب پس غیر منطقی، یعنی هرچی هدف غیر منطقی تر میشه حلش هم غیر منطقی تر میشه، یا یعنی اینکه مثلا میگه طرف خواب میبینه که از تو گلوله توپ شلیکش کردن، گذاشتنش اونجور شلیکش کردن به آسمون رفته مثلا خیلی فضا، مثلا اون جاه طلبی رو این گونه داره نشون میده. خب از روی رویا میفهمه این جاه طلبه، یا از روی حرف زدنش مثلا قبلا فهمیده که مثلا این، نه دیگه، رویا هم مثل خاطرات قدیمی سبک زندگی خواب بیننده رو نشون میده. ببین ادلر سبک زندگیش یادتونه دیگه، گفته بودیم بهشون دیگه جلسات قبل، آره اونا رو مرور بکنید دوباره حفظ بکنید، اونا مثلا 2300 تا اینجوری نیست که فکر کنه هر فردی سبک، اون یه ساختاری رو ادلر ایجاد کرده که اینا سبک زندگیه، فردی که از این سبک زندگی رو داره. خب جلسات قبل رو اگر بخونید، خب در اینجا این میمد چیکار می‌کردیم، میگفت حالا یه خاطره قدیمی بگو، یه 4 تا از رویاهاتم تعریف کن، می‌دیده به کدومی که این سبکایی که خودش تنظیم کرده در این روانشناسی فرد نگر نزدیک، پیدا می‌کرد سبک زندگیش رو دیگه، سبک زندگیش رو پیدا می‌کرد. منظورم همینه، میگم از رو تعریف رویا می‌فهمید که مثلا از توپ شلیک شده روی شوری، آره دیگه، جدا رفت دیگه، که از عمق دریا شنا کرده رسیده به آمریکا مثلا از سبک منطقی تره، میدونسته که آره دیگه مصاحبت میدادی که دقیقاً ببین عدل چی میگه، عدل میگه که آقا صبر، رویا و خاطرات قدیمی نشان دهنده سبک زندگی. حالا طرف مثلا تو رویا اومده چی گفته، مثلا خاطره قدیمی گفته مادر ما بارون، مثلا خاطره که عدلر میگه اینو تعریف کرده، رویا هم اومده چی میگه، رویا هم اومده میگه که مثلا من مثلا تو رویا دیدم یه ماشین خریدم، به معنی اینکه سوارش شدم یه دفعه همه اجزایش پراکنده شد، مثلا افتاد سقوط کرد، کفش نو خریدم اومدم خونه دیدم سوراخ تو رویا، مثلا خونم مثلا یه سقف سوراخ، یعنی انگار بیعتمادی در اجزای رویا مشهوده، از این طرف تو خاطراتش هم مشهوده. خود درجه حالا این میاد اون سبک زندگی که بین سبکای زندگی که بیان میکنه میبینه کدومی که اینا به اون میشه میخوره دیگه، متوجه میشه سبک زندگی این فرد الان چیه.
از طرفی پیکربندی خانوادهش هم داره، این بچه چندم، ارتباطش با بقیه هم دیده، ارتباطش با بقیه هم داره میگه، مثلا این آدم داره میگه که آره مثلا این برادر بزرگ من مثلا همیشه به ما میگفتش که مثلا چایی بیار برام، چایی هم میآوردیم، نمیگفت دست در نکنه، میگفت سلام خاموش کردی، میگفتم آره، میگفت برو ببین دوباره قرمز چراغ خاموش یا نه، اینو بی اعتمادی، یعنی میبینی که اونجا هم هست، مثلا روابطشون هم برادر مثلا بهش مادره بهش میگفته مثلا نمیدونم کتابای فردا تو گذاشی مثلا توی فلان مثلا توی کیفه، آره خب یه بار دوباره بیا جلو منم نگاه بکن، یعنی اینکه تو خودت میگی مثلا مثلا اینجا پیدا میکرده اون ماهیت زندگی فرد رو دیگه. پس چه حالا ببخشید دکتر، الان مثلا یه موقعی حالا یه مسئله درسی، مثلا یه حل مسئله پیش میاد نمیتونیم حل کنیم، من خودم شده که مثلا بعدش مثلا خوابیدم، تو خواب روشش رو دیدم، یعنی مسئله برام حل شده، بعد بیدار چی مثلا چه مسئله مثلا مقاسی مثلا فرض کن 3 ضرب در 4 جوابش پیدا کنی، تو خواب مثلا دیدی 12، شدن با هم روش که تو خواب دارم، این هم طبقه گفت مثلا چی؟ نه اینه که داری میگی اینا چیزای کلیه. داری الان صدای منو؟ مثلا دوست یه روش ریاضی بوده. نه میدونم اینه که الان چون داری میگی ماهیت کلی داری میگی، مصداق عینی بزن تا مشخص بشه چیه. شما الان داری چی میگی؟ شما سوالت اینه که آیا تو خواب ها؟ میگم تو خواب مثلا روش حل مسئله شده، تو بیداری نتونستم مثلا چی یعنی کنم این اینه که خواب... هنوز واضح نیست دیگه، داری مثلا میگه اما چیه مسئله، مثال یه سوال ریاضی بوده یا یه سوال فیزیک بوده، موقعی که داشتم درس میخونم یه سوال ریاضی فیزیک رو نتونستم حل کنم، مثلا 3 ضرب در 4 رو نمیدونی چیه، تو خواب مثلا دیدی 12 مثلا. خب حالا من الان منظور چی از این چی میخوای، هدف چیه میخوام بگم، اینم همون آینده نگریه که ادلر میگه یا نه؟ آره میتونه باشه، میتونه باشه، یعنی در واقع شما اومدی در خواب یک پدیده ای رو که نتونستی در واقع در بیداری حل بکنی حل کردی. اما اگر سوال تو، اگر تو میخوای به این نتیجه برسی که خواب به صورت مستقل از تو اومده اینو حل کرده، نه عدل هم چیزی نمیگه، اینجوری نیست که خواب نیروی مستقل نه. از توه، تو همون اندیشه و همون چیزهایی که در بیداری بلدی رو در واقع در خواب داری تصویر میکنی، یعنی همونجوری نیست که مثلا شما عدد 12 رو بلد نبودی اصلا، از ناخودآگاه از ناکجا آباد به چیز شده، در واقع در دوران بیداری شما 3 ضرب در 4 میدونستی 12، حالا به عدد 13 و 14 و 15 بیشتر اهمیت میدادی در فرایند حل مثلا، 12 رو نادیده میگرفتی، در خواب میاد اون قسمتی که شما مثلا نادیده گرفتی رو نشون میده که آقا این رو اینه، مثل ادلری که میاد میگه که آقا این اینجوریه که خودش نمیدونست، میدونست که خودش در اینجا در اروپا در وین با فروید نمیشه رقابت کرد، اینو خودش میدونست دیگه، این نمیشه رقابت کرد. حالا خیلی ساده، الان من مثلا به محمد میام میگم که یه سوال خیلی ساده ازت میپرسم، شما در خیابان شماره 1 نمیتوانید بقالی باز کنید، اونجا 300 تا بقالی دارد و میخوای بقالی باز کنی، چه کار میکنی؟ خواهر بچه 2 ساله میاد میگه که به خیابان شماره 2 میروید، خیلی تا میری یه جای دیگه بقالی باز میکنی، یا بقالی رو رها میکنی میری مثلا یه شغل قصابی باز میکنی. خب مثلا چه عدل خودش میدونسته که وقتی نمیشه با فروید در اونجا رقابت کرد، یا باید روان شناسی فردنگر رو من بذارم کنار برم مثلا فیزیک بخونم که اونجا فروید دیگه سایش نباشه بتونم حرفی برای گفتن داشته باشم، یا اینکه خب برم جامعه عوض کنم دیگه برم یک کشور دیگه. اینو میدونسته خودش، ولی در آگاهی و در روز شمار زندگی خودش به این پدیده اهمیتی نمیداد. خواب اون شقی رو که این در بیداری مثلا بهش اهمیت نمیدادن رو برجسته کرده، در اونجا آینده نگری اومده کرده، گفته آقا بیا مشکل تو از این راه حل کن، این اتفاق، یعنی تصور نکنید که اطلاعات از فضای دفعه وارد شده، نه اینجوری نیست که یک ماهیت متافیزیکی به رویا بده، یک ماهیت فرازمینی به رویا بده، نه در مورد شما هم همینه، در مورد شما هم تو همون بخشی از مسئله رو خب شما در حین یادگیری در سر کلاس در مطالعه در قسمتی از حافظه شما وجود داشته، توجهش نمی‌کردید دیگه، تو رویا به اون قسمتی که توجه نشده توجه شده دیگه، اساسا کار رویا توجه به چیزاییه که توجه نشده دیگه، شما همون رویای فرویدی هم وقتی نگاه میکنی امیال سرکوب شده، یعنی چی؟ یعنی توجه به قسمتی در زندگی که در روزمره بهش توجه نمیکنی دیگه. خب حالا عدل میاد چی میگه؟ میاد میگه این رویاها سبک زندگی خواب بیننده رو بالاخره نشون میده، اما یک احساس نامعقول و اغراق آمیزی رو
میاد ایجاد میکنه که یه فریبی هم بده فرد رو. چرا؟ چون هرچی این خاصه یا هرچی اون مشکل پیچیده تر و غیر قابل حل تر باشه، در با پیچیدگی ها و فریب های عمیق تری همراهه. یعنی مثلا وقتی شما فرض کنید تا کلاس سوم ابتدایی خوندی، بعد مثلا سودای نوبل فیزیک گرفتن داری، خب این خیلی پیچیده است دیگه، این دیگه حل کردن این خیلی چیزا تو با کلی درس بخون. خب این پس در خواب یک اتفاق عجیب غریبی مثلا میتونه رخ بده. میتونه مثلا شما خواب ببینی که شما به جای اینکه نوبل بگیری، آلبرت آینشتینی که نوبل گرفته میاد در یک سخنرانی مثلا بیان میکنه که ما همه مدیون این آدمیم، مثلا میاد این رو بیان میکنه. دکتر ببخشید، من یه مدل خوابایی دارم، یعنی هر از چنگایی تکرار میشه، مخصوصا اون موقع که رانندگی بلد نبودم بیشتر بود، ولی الان هم هست که مثلا خلاف جاده دارم حرکت میکنم، همه ماشینا دارم میان سمتم، احتمال تصادف خیلی زیاده، ولی من به موقع یا ترمز میکنم یا کنار میکشم و تو خواب وحشت دارم و که الان تمرکز میکنم، ولی اون توانایی هم دارم که از مانع ها بگذرم. خب حالا اگه با نگاه مثلا فروید بخوایم اینو تبیینش بکنیم، خب باید برگردیم اون المان ها، اون سائق ها، اون چیزهایی که در خواب تو وجود داره رو بررسی بکنیم، چه استرابی رو داره تعدیل میکنه، چه آرزو و چه امیال سرکوب شده ای درش وجود داره، میایم اونجا ایجادش میکنه. پس با نگاه فرویدی ما میایم که آقا این این برخلاف رفتن، بوزگر جاده بودن، نمیدونم متفاوت بودن، مثل دیگران نبودن، از نگاه فرویدی فروید اینجا میاد چیکار میکنه؟ فروید میاد میگه خیلی بگو که این مصداق چیه، الان یاد چی میفتی؟ اینکه مثلا شما در جاده برخلاف دیگران میرفتی، اولین خاطره یا اولین چیز، اولین تدائی که الان در ذهن شما ایجاد میشه چیه؟ ما همیشه فکر میکردم تو مدرسه مخصوصا دوران ابتدایی یا فرق نداره راهنمایی مثل بچه های دیگه نیستم. خب مثل بچه های دیگه نیستی یعنی چی؟ من تو پایین تر میدادم و خودم فکر نکنم بالاتر. نه اینکه مثل بچه های دیگه نیستی یعنی چی؟ یعنی احساس میکردم اونا مدل های زندگیشون، سبک زندگیشون با من متفاوت تره، عین هم من با اونا فرق میکنم. مثلا اونا چیکار میکنن؟ نمیدونم، احساس میکردم اونا شیکترن، خانواده با کلاستری دارن، ولی ما نه، یه خانواده سنتی داریم مثلا با یه پدر مادر پیر، اونا همه ما باباشون جوون هم. خب همه با نگاه فرویدی اون آرزو یا میل سرکوب شده در واقع آرزو یا میل داشتن یه معشوق جوان، یه خانواده مثلا مدرن، یک رابطه بهتره. حالا با اون نگاه فرویدی بری جلو، هی میری خب میگه این یعنی چی، اون یعنی تداعی کن تداعی کن، آخرش میرسی به اون عقده سرکوب شده جنسی یا اون سائقی که در واقع در ارتباط با والد ایجاد نشده، میاد پیداش میکنی اونجا دیگه، میگه در این جاده. حالا اگه بری با نگاه یونگ مثلا بخوای این رو تعبیر بکنی، حالا با نگاه فرویدی، اون جلسه خواب رویای فروید رو اگر دوباره برید گوش بکنید یا اون جزوه رو بخونید، المان‌هاش رو در بیارید، میتونید پیدا کنید. یعنی جان مایه نگاه فرویدی اینه که در واقع شما داری چیکار میکنی؟ یه میل سرکوب شده یا عقده به تحقق، یک آرزوی به تحقق نیافته، یه عقده سرکوب شده رو داری اونجا پاسخ میدی دیگه. خب حالا این عقده رو هی میری عقب، میری بقول میرسی به شیکی، خوشگلی، زیبایی، آخرش میبینی اون جنسیت و سکشوالیتی که فروید میگه مستطره در رویا، که بقیه خوشگلترن، پدر مادرشون جوانتر، شیکترن، قشنگترن، من مثلا میم راست میگه دیگه بیچاره. بعد حالا میاد میگه خب کی این خوریا رو دیدی، مثلا این روز دیدی، دیروز دیدی، پیروز دیدی. خب این از دی دریم، از دریم ورک، یعنی چیزی که فروید میگه دریم ورک، اون ساز و کار رویا، از دی دریم میگه برمیاد، از یکی دو روز تا نهایتا یه هفته قبل میگه فروید ایجاد میشه دیگه، میگه تا 5 6 روز قبل تا یه هفته قبل این مواد تشکیل دهنده، این آجرهای ساخته این تصاویر از یه هفته قبل. پس تو 5 6 روز قبلش نگاه بکن که مثلا چه
رفتارهایی داشتی، چه کار میکردی، آخرین بار این رویا رو مثلا امروز دیدی، روز دیدی، خیلی خوب، در 5-6 روز قبل چه تقابلی با خانواده داشتی، چه اتفاقاتی افتاده، چه مسائلی رخ داده که یادآور مخالفت و برخلاف خانواده رفتن، برخلاف سنت ها رفتن، چه کار کردی، اونا رو بیا نگاه بکن. فروید میاد اینا بر در میاره، میگه خب این اجزای تشکیل دهندهش بوده، هسته مرکزی آرزو و میل و رویایی هم که درش وجود داشته این بوده که شما می‌خواستی اون نقطه سرکوب شده یا میل آرزوی به تحقق نیافته رو، آرزویی که کاشکی بابای من مثلا جوان بود، مادر من فلان، اینا رو مثلا می‌خواستی جبران. خب حالا بری با نگاه یونگ بخوای این رویا رو ارزیابی بکنی، یونگ چی میگه؟ یونگ میاد میگه که خب این علاوه بر این چیزایی که فروید گفته، یونگ میگه یک نگاه به آینده و اسطوره‌ای هم داره، این یه نگاهی داره که نشان دهنده رسالت عمومی تو در زندگیه، برخلاف جامعه پیش رفتن. نگاه بکن که ببین این رویا داره از معنای زندگی تو خبر میده، داره از این خبر میده که شما چه کاری باید بکنی. خب حالا بهت میگه که یون این جاده که در خواب میدیدی تو رو یاد چی میندازه، یاد چی، شبی چی بوده این جاده، کجا بوده اصلا، کجا داشتی میرفتی، یه مسیری بود دیگه، و من اون حس رو داشتم که اونا دارن اشتباه میان و اونا دارن، مثلا این حس رو نداشتم که من مخالف اونا دارم حرکت اونا دارن میکنم. شما میرن، حالا کجا داری میری تو؟ هیچ انتها نداشت، فقط داشت میر جاده، هی فقط من مانعا رو داشتم برطرف میکردم. خواهی مانا چی هن؟ مثلا چی بودن؟ چه مانایی بودن تو خواه؟ ماشینا که با سرعت خیلی وحشتناک میان سمت من. خب پس تو در موقع یون مثلا میاد به شما چی میگه؟ یون میاد میگه که خیلی خوب، حالا ارزیابی میکنه اجزای رویای تو که این ماشینا چه کار میکردن، چی تو چه کار میکردی، موانع رو پیدا میکنه و نهایتا به این نتیجه میخواد برسه که رویای تو خبر از این داره میده که رسالت شما یا معنای شما در این زندگی عبور از این موانع. حالا این موانع رو یکی میاد برات بررسی میکنه و بعد پیام درونی رویا رو معطوف به آینده میدانه که شما در آینده حالا پس باید بیای به این مسائل فائق بشی، مشکلات رو حل بکنی. همون یعنی پس یون یه نوع پیشگویی میکرده، پیشگویی میکردی، میگفت این ناخودآگاه جمعی شما رسالت تو رو در چی میدیده، میومده میگفت آقا شما یادتونه دیگه اون پیر فرزانه و فلان، این عناصر رویا رو دوباره برگردید به همون جلسه خواب و رویای یونگ، اجزایش رو اگر گوش بدید اونجا میتونید تعبیر بکنید این رویا رو، تفسیر بکنید این رویا رو که رو... اما به صورت کلی تئوری یونگ این بوده که این رویا داره خبر از رسالتی میده که تو باید در این زندگی انجام بدی، اون معنای زیستی تو رو داره نشون میده که گویی رسالت تو و معنای زندگی تو اینه که مسیر زندگی خودت رو برخلاف چیزی که جامعه تعیین کرده ادامه بدی و شما رسالتت اینه که بخوای فائق بیای به مشکلاتی که این جامعه، این آدمایی که از نظر تو اشتباه میکنن هی داره برات تولید میکنن، تو باید مسیر زندگی رو بدی. تهم نداره، میگه مقصدم نداره، یعنی انگار تا زمانی که زنده ای رسالت تو چیه در خواب، اینو داره میگه که این طعم نداره چیزی که به جایی برسی، رسالت تو فائق آمدن بر این مشکلات، باید بپذیری که یک جامعه ای وجود داره که نظراتش با من متفاوته، با من متضاده و من احساس میکنم من در مسیر درستم، پس من باید این از جامعه عبور بکنم، از این جامعه رد بشم، این مشکلات رو حل بکنم. یونگ میاد اینو میگه. حالا اگر بری با نگاه ادلر نگاه بکنی چیه؟ ادلر میاد میگه که خب این نشانگر سبک زندگی فعلی توه، این داره نشون میده که شما الان یه سری مشکلات در زندگی داری، این مشکلات برای حل کردنش رویا اومده راه حلی رو به تو نشون داده. راه حل مشکلات چیه؟ مشکلات اینه که مثلا خانواده، پدر، محیط، جامعه و اطرافیان مخالف یک سری از سبک ها و شیوه های زندگی تو هست و احتمالا شما الان در برهه ای هستید که به این نتیجه رسیدید به جای اینکه من برم به اونا بگم جاده اینوری اشتباهه یا اینکه خودم اینوری بشم، موانع رو رد بکنم، عبور بکنم. پس با نگاه ادلری، ادلر داره میگه که شما کلید حل در واقع مسئله اینه که مشکلاتی که دارن دیگران در سر راه شما میذارن و ازش عبور بکنی، تلاش برای تغییرش، تلاش برای حلش یا تلاش برای در واقع تبدیلش به نگاه خیشتن، موافق کردن پدر، موافق کردن همشهری، موافق کردن دوستان نکنی، ازشون عبور بکنی، سبک زندگی خودت رو داشته باشی. ادلر میگه این الان نشان دهنده سبک زندگی فعلی توه، این نشان دهنده اینه که این که تو داری میگه آی من از بچگی این رویا رو میدیدم یا نمیدونم همیشه میبینم، بعد میگه نه
این از وقتی که این سبک زندگی جدید تو ایجاد شده، از وقتی که شما به این نتیجه رسیدید که من باید با شیوه ها و استاندارد های درونی خودم زندگی بکنم و با جامعه تعافت های خودم رو بپذیرم، تلاش برای تغییر جامعه نکنم، این رویا هم احتمالاً شروع به دیده شدن میکنه. متوجه شدی؟ بله. حالا پیدا کن پرتغال فروش رو که کدوم از نظر شما، حالا از نظر تو کدومی که الان تفسیرشون درسته؟ من سومی رو بیشتر قبول دارم. بیشتر دوست داری ولی نمیتونی بگی. دوست دارم ولی خب ولی نمیتونی بگی فروید الان غلط داره میگه. نه واقعیت اینه که فروید میگه نه تو اگه بگی من غلط میگم کراش کردی رو عدله. بیانا واقعیت اینه که اگه ما الان تو رو بتونیم سواری ماشین زمانی بکنیم ببریم تو اون سن مثلا 7-8 سالگی، احتمال داره اون موقع همین نظر رو داشته باشی که چرا بابای من یا مامان من خوشگل نیست، سکسی نیست، اونی که چرا خوشتیپ نیست، میگه اون موقع اینو داشتی احتمال. و بعد فروید چی میاد میگه؟ میگه همه این داستانایی هم که الان داری تو، حالا فروید نگاه علت و معلولی داشته دیگه، میگه خیلی خب تو آیا قبول داری که اون موقع واقعا این دغدغت بوده؟ تو میگه آره احتمالا بوده، اون موقع بوده. میگه خب همه بعد دغدغه‌های بعدیت هم از همونجا شروع شده دیگه. میگه اون بعدش اون دومینو دیگه، میگه اون شروع شد اینا هم اومد. اون اینجوری تبیین میکنه. خب در نتیجه دوباره یادآوری میکنم بهتون، ببینید اگر یک فردی تئوری و نظریه ای که میده 100% غلط باشه اصلا ماندگار نمیشه. با گذر زمان همین الان در نوروسایکولوژی و نمیدونم عصب شناسی، خب خیلی از گفته های فروید تایید شده، خیلی از گفته هاش هم رد شده، ولی از اونجایی که بسیاری از نظامی که تشکیل داده کماکان تایید شوندگی و نمیدونم ثبات درش وجود داره، خب پس تنشه هست دیگه، هنوز مونده. ادلر هم همینه، ادلر هم دوباره متو. حالا مثلا در رابطه با یونگ، مثلا یونگ تعبیر خوابیش که تعبیر رویایی که داره میکنه، خب یه مقدار از دایره فیلم هندیش میکنه دیگه. آی مثلا یه پیر فرض از 50 سال 2000 سال قبل مثلا در نهاد تو سرشته شده فلان، اینجاش مثلا خب دیگه باعث میشه که از هیته چیز یکم بیاد بیرونتر، وگرنه جان مایه کلیه نظریهش رو در خیلی از مواقع شاید بتونی تبیینم بکنی، اما یونگ هم بتونی تبیین. خب پس چه ادلر نهایت چی میگه؟ میگه همین مثالی که مثلا ادلر میزنه، میگه فردی که میخواد مثلا بره رئیس جمهور بشه فلان بشه برمدان بشه، میگه خب این حالا اگه یه آدم جسور، سبک زندگیش اگه یه آدم جسوری باشه، اینا یه آدمی باشه که آدم مستقلی باشه، خب شاید خواب ببینه که بدون کمک به دیگران به هدفش رسیده. مثلا ادلری که خواب میبینه تنهایی شنا کرده رفته آمریکا مثلا بالاخره خودش نجات داده. شاید اگر مثلا آدم جسور و جنگجویی نباشه، میل به چیز رسیدنش، به مثلا جایی رسیدنش رو شبیه اون رویایی که ادلر میگه ببینه، سوار بر دوش دیگری داره مثلا میگه. ولی نهایتا رویا مشکل رو حل میکنه، نهایتا رویا میاد سعی میکنه اون دغدغه، مثل رویایی که مثلا الان نگار گفت، نهایتا دغدغه رو حل میکنه. یعنی دیگه، یعنی رویا نمیاد چیزی رو بگه که نگار نمیدونه، نگار هم میدونه که آقا دست در آن زلف دوتا نتوان بست، تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد. اینو حافظ یه شعری داره میگه غیرتم کش که محبوب جهانی، لیکن روز و شب عربده با خلق جهان نتوان کرد. میگه حالا هر روز که نمیشه عربده کشی کنیم، میگه حالا باشه دیگه، ما قبول میکنیم، میپذیریم که حالا تو هم مثلا. خب این رویای نگارم داره اینو میگه دیگه، در میگه آقا تو این روزه با ملت که حالا یه دونه ماشین بود، دو تا ماشین بود، سه تا ماشین بود، 10 تا ماشین بود، 20 تا ماشین، اوکی تو همه دارن چیزی میخوای با این خلق الله بجنگی، پس بهتر که رد کنیم اونم. میگن یه بابای تو اتوبان راه میرفته رانندگی میکرده، این رادیوش هم روشن میکنه، خبر رادیو میگه که همکنون در اتوبان یک فردی در حال برخلاف رفتن، برعکس رفتن اتوبانه و پلیس مثلا با هلیکوپتر دنبالشن که مثلا این مثلا به متوقفش کنه، اتوبان ریخته با. بعد یورو برمیگرده مرد سوی کجای کاری، یه نفر چه همشون دارن برعکس میان. یورو میاد اینجوری میگه یه نفر خبر همه دارن برعکس، خودش برعکس میرفته فکر کرده. حالا الان رویای نگارم همینه، نگار چی داره میگه؟ میگه همه دارن برعکس میان. خب وقتی همه دارن برعکس میان، این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که حل مسئله تو اینجا باید عبور از این مشکلات باشه دیگه. خب این احتمالاً چیزی بودی که اینا میدونه تو زندگی عادی دیگه، منتها خب شاید عبور ازش سخت،
عبور از پدر، عبور از مادر، نادیده گرفتن خواهر و برادر، این که من بگم که آقا گروه پدر جرم کرده، من زندگی خودم رو شروع کنم، این فرهنگ و فلان همه رو بندازم بیرون، خب سخته دیگه. رویا اومده این سختی رو تبدیل کرده به چی؟ به رانندگی و جاده و فلان. حالا چرا به اینا تبدیل کرده؟ احتمالا خب این نمود چالنجواری هم داره دیگه، چالشواری هم برای نگار داشته. خود رانندگی احتمالا چالش برای این دیگه، مثلا در میزنه، دیوار میزنه، به ستون میزنه، نگارای بی‌دقت تو رانندگی، راننده مثلا خوبی هم نیست مثلا، که رویا اومده این تصویر رو انتخاب کرده خب که نشون بده که آه ببین این کار سختیه، مثلا این رانندگیه، ولی خب ممکنه. خب حالا شاید اگر نگار مثلا آشپز مثلا مزخرفی بود، در رویا مثلا میدید که به سختی داره برای 3000 نفر غذا تهیه میکنه، سخته ولی خب ممکنه دیگه تهیه کرد. متوجه هستین چی میگم؟ یعنی اجزای رویا از نظر ادله میخواد مشکل حل بکنه دیگه با ابزاری که در دست. پس چه این نگاه در واقع ادله در تفسیر رویاها بود. حالا بریم سراغ شق بعدی، روان درمانی که ادلر درست میکنه. پس انشد به صورت کلی گفتیم که ادلر فرض میکنه که آسیب روانی از نداشتن جسارت، احساسهای اغراق‌آمیز برتری و رشد نکردن علاقه اجتماعی ایجاد میشه. یا آسیب روانی از این ستا ایجاد میشه به صورت کلی. یعنی شما یا جسارت نداری، یعنی هم عزت نفست اونا دچار مشکل شده، یا احساس برتری اقراق‌آمیز داری، یه حقارت علکی داری که من باید برتر باشم، این نشان دهنده اون احساس حقارتته، یا اینکه رشد نکرده علاقه اجتماعی دیگه. یادتونه دیگه توی مبانی جلسات قبل دیگه اینا رو در واقع باید مطالعه بکنید که یادتون بمونه دیگه. فقط خب پس اینجا هدف اصلی روان درمانی ادلر چیه؟ تقویت کردن جسارت ها، کاهش دادن احساس حقارت و ترغیب فرد به ایجاد روابط اجتماعی. ترغیب کردن علایق اجتماعی. خب کار راحتی هم نیست. اون بیمار هم مثلا اینجوری نیست که مقاومت میکنه، اونم مثلا دلش میخواد همین زندگی آروم خودش ادامه بده و همین سبک زندگی که آرامش درش ایجاد میکنه رو داشته باشه. در اینجا ادلر حالا برای اینکه این مقاومت رو تغییر بده چه کار میکنه تو روان درمانی؟ مثلا الان یه نگاری اومده، ما میخوایم روابط اجتماعیش رو افزایش بدیم، علاقه اجتماعی رو درش ببریم بالا، جسارت رو درش ایجاد بکنیم، احساسهای اغراق‌آمیز برتری هم که داره رو، که آه من مثلا دافالمومنینم، اینم میخوایم درستش بکنیم که نه اینا مثلا که برتری بیمنی. ادلر اینجا میگه در روان درمانی باید یه سوالی ازش بپرسید بیمار که مقاومت رو بشکنه. پس ببینید مقاومت بیمار رو در روان درمانی ادلری با این سوال میشکنه: اگه همین الان شما رو مداوا بکنم چه کار میکنید؟ همین الان اگه تو حالت خوب بشه مداوا بشی چه کار؟ حالا شما وسواسی، اگه همین الان من تو رو مداوا بکنم وسواس نداشته باشی شما چه کار؟ خب حالا همین نگار اگه بهش میگه آقا همین الان اگر مثلا این مشکل تو حل بشه، من مشکل تو رو همین الان حل بکنم، شما چیکار میکنی بعدش؟ خب این سبک زندگیشو نگار مثلا میگه همین الان اگه حل بشه مثلا فلان کارو میکنم، برمیدان کارو میکنم اگر مثلا این مسائل رفع بشه. خب به محض اینکه اینا رو بیان میکنه، یعنی عملا اهداف خودش رو داره بررسی میکنه. پس با بیان اینجا بیمار وادار به بررسی اهداف خودش میشه. خب مثلا فرشته میاد میگه همین الان اگر مثلا مشکل من حل بشه، مثلا من روزی 50 صفحه درس میکنم، روزی 3 ساعت بالا میشم میرم ورزش، روزی 2 ساعت میرم پیاده، مثلا یه اهدافی رو بیان. به محض این یا مثلا روابط اجتماعی زیاد میشه، مثلا اینجوری میکنم جو. این اهداف وقتی بیان میشه بلافاصله با پاسخ دادن به این سوال، اول اهداف بیمار بیان میشه، بررسی میشه، خودش اهدافش رو میگه و بلافاصله متوجه میشه که مسئولیت این اهداف هم با خودش. بلافاصله متوجه میشه که مسئولیت این که الان نمیتونه این فلاکت، این بدبختی فعلی، مسئولیتش در خودشه. یعنی بلافاصله فرشته متوجه میشه خب برو شو برو باشگاه ثبت نام کن، خب برو شو برو فلان، یعنی مسئولیتش بپذیری. این چیزی که داری میگی کارهایی نیست که الان نتیجه بکنی، مسئولیتش باید بپذیری، تو نمیخوای مسئولیتش بپذیری. حالا ادلر میومد یه ضرب المثلی رو استفاده میکنه تو روان درمانیش، همیشه میگفته که هر کس میتونه به هر چیزی دسترسی پیدا بکنه، شما هر کار دل میخواد بکنه. هر کس میتونه به هر چیزی دسترسی پیدا کنه.
و در واقع فقط محدودیت هایی که وراثت تعیین می کرده رو در واقع محدودیت می دیده ادلر. یعنی وراثت باعث میشه که محمد نتونه حامله بشه، این محدودیت ژنیک و وراثتیه دیگه. این فقط نمیتونه، این هدف فقط نمیتونه در دست باشه و اینه بقیه به راحتی میتونه ایجاد بشه. پس اینجا قویاً ادلر اعتقاد داشته که مهم نیست ما چی داریم، مهم اینه که با این داشتمون چه کار میکنیم، مهم اینه که ما چیگونه در واقع چیز میکردیم، میایم این داشته رو در واقع ایجاد. ادلر در واقع با اون شوخی و صمیمیت و با ایجاد شوخی و صمیمیت سعی میکرده این جرأت و عزت نفس و علاقه اجتماعی و اینا رو در بیماران افزایش بده. پس ببین آدم یادتونه دیگه در فروید هم گفتیم یکی از مکانیزم هایی که فروید میاد میگه مکانیزم سالمه چیه؟ شوخ طبیعیه. پس ببین ادلر اینجا زیر چتر فروید هم هست دیگه، یعنی اونجا شوخ طبیعی و فلان و اینا رو میاد استفاده میکنه اینجا، یعنی اون قسمت هایی که فروید درست گفترم از نظر ادلر خواهد استفاده میکرده دیگه، اینجوری نبوده که مثلا بیاد به قول معروف شمشیر رو عروب بنده. و در نتیجه خب یه نگرش صمیمانه و مثلا دلسوزانه ای رو اعتقاد داشته که درمانگر با بیمار باید داشته باشه و در این سه زمینه زندگی، اون سه تا زمینه زندگی بود که ادلر میگفت عشق جنسی، رقابت دوستی و کار، باید این گزینه ها افزایش پیدا کرد. خب ادلر میرفت این بچه هایی که مشکل دار بودن، مثلا داد و بیداد میکردن، شلوغ میکردن، رفتار خوبی نداشتن، بچه های سخت رو در واقع در برابر معلمین، والدین و متخصصان مثلا روان درمانی و اینا میشسته درمان میکرد. یعنی انگار که اولین کسی بودی که بیمار رو میذاشه یه مشاهده هم نگاه میکردن، این مثلا میومده اونجا درمان میکرده. خب این باعث شد که یک نوع روش درمانی منحصر به فرد رو ایجاد کنه دیگه. اون موقع بدی بود این کار که بیای شما مثلا به صورت پرکتیکال و عملی بیایی هم چی کاری بکنی. چرا بدی بود؟ ادلر خیلی چیز جالبی داشت. ادلر میگفت اگر باور داشت که اگر کودکان در حضور دیگران تحت درمان قرار بگیرن مشکلاتشون راحت‌تر میفهمن و راحت‌تر متوجه میشن که مشکلاتشون همه اجتماعی. یعنی عدل احساس میگه که این روش به کودکان این امکان رو میده که احساس بکنن به جامعه بزرگ سالان تعلق دارن و علاقه اجتماعیشون تقویت بشه. البته در فرآیند درمان مثلا والد رو به واسطه رفتار بد کودک اینا سرزنش نمیکنه، اعتماد والد رو مثلا جلب میکرد و سعی میکرد که نگرش والد نسبت به بچه تغییر بکنه. خب ادلر پس در تعیین هدف و جهت روان درمانی کاملا فعال بود، مثل فروید پسیو بود، فروید فعال نبود دیگه، این کاملا فعال بود تو اتاق درمان و نگرش دوستانه و آسانی با بیمار داشت دیگه. دوستانه آسان میگرفت روابط رو با بیمار، مثلا این موازه اخلاقی البته نمی کرده، نمیدونم رابطه انسانی براش خیلی مهم بوده و اعتقاد داشته که از طریق همکاری با درمانگره که ما میتونیم بیمار رو درمان کنیم. یعنی نقش درمانگر نمیتونه پسیو باشه، باید یکم فعال باشه و در چه این رابطه درمانی میگفت مثل همون رابطه یکی کودک با والدینش وجود داره، باعث میشه که شکل بگیره یک رابطه سالمی رو درست بکنه درمانگر با بیمار و علاقه اجتماعی رو افزایش بده. بعد از اینکه این علاقه اجتماعی بیمار بیدار بشه، خب در نتیجه باید این علاقه اجتماعی به سطح خانواده، دوستان، افراد خارج از رابطه درمانی، یعنی چیزی که بین درمانگر و چیزی ایجاد شده رو یواشاش به خانواده، به دوستان، به این منبر چیز میکرده، منتقلش میکرده. خب این پس شد ماجرای جناب آقای ادلر. حالا یه بررسی بکنیم این تحقیقات و پژوهش هایی که روی این روان درمانی انجام شده. عموماً روانشناسی ادلر پژوهش‌هاش کمتره نسبت به پژوهش‌های فروید. رو فروید تحقیقات بیشتری کردن. ولی نظریاتی که در رابطه با ادلر پژوهش‌هایی که شده اگه بخوایم بخونین توی نشریه روانشناسی فردنگر در واقع منتشر میشه.
عموم این پژوهش ها در رابطه با همون موضوعاتی که اندر بیان کرده، خاطرات قدیمی، علاقه اجتماعی، پیکربندی خانواده، بچه های اول دوم سوم چجوری هستن، سبک های زندگی، اومدن هم چیکار کردن. توی این پژوهش ها یکی مثلا جناب آقای ماناستر و پریمن میان یه پژوهش رو در رابطه با خاطرات قدیمی میکنن. این ماناستر و پریمن یک دو تا ابزار استفاده میکنن، یه ابزاری به نام راهنمای نمره گذاری ماناستر پریمن درست میکنن که محتوای آشکار خاطرات قدیمی رو نمره گذاری میکردن، پیدا میکردن که چیه بند. یه ابزار دیگه شون هم این بودی که خب اصلا کلا سیستم یه نمره گذاری درست کرده بودن، یه سیستم نمره گذاری جامعه خاطرات قدیمی اونم در واقع ایجاد کرده بودن که بهش میگفتن کامپرهنسیو ارلی مموری سکورینگ سیستم، میمادن اون سیستم نمره گذاری جامعه خاطرات قدیمی. پس انشه پژوهش هایی که شده این دوتا تست یا این دوتا ابزار رو استفاده میکردن و از کودکان درخواست میکردن که خاطرات قدیمیشون رو استفاده بگن، از بزرگتر و از این ورن بر میگفتن جمع. بعد وقتی این خاطرات رو طبقه بندی میکردن تو 7 طبقه کلی اینا رو نمره گذاری کردن. مثلا اومدن اول شخصیت و افراد درگیر در خاطره رو طبقه بندی کردن، شخصیت هایی که تو خاطره وجود داره، عمه، دایی، خاله، هر کی بوده، و درگیریشون با فرد رو بررسی کردن. بعد موضوع در طبقه دوم موضوع یا مطالب خاطرات قدیمی رو دسته‌بندی کردن. بعد در قسمت سوم اومدن ارتباطات با جزئیات دیداری، شنیداری و حرکتی رو طبقه بندی کردن. در قسمت چهارم موقعیت یا محل خاطره قدیمی رو ارزیابی کردن. در قسمت پنجم فعال بودن یا نفعال بودن رو، یعنی این فرد به صورت فعالانه یه عملی رو شروع کرده یا اینکه یه عملی بهش واقع شده، خودش چه نقشی داشته تو این خاطره، اومده یه کاری رو خودش شروع کرده، فعال بوده یا نه نافعال بوده، عمل درش واقع شده. قسمت ششم مثلا کنترل درونی و بیرونی رو میمدن ارزیابی میکردن که مثلا مسئولیت رو آیا میپذیرفته، خودش پذیرفتن مسئولیت درش وجود داشته یا نه مسئولیت رو مینداخه گردن مثلا بقیه. و هفتم هم عاطفه، هیجانات، که آیا احساس کلیش در خاطره چی بوده. خب اینا رو میمدن ارزیابی میکردن و نشون دادن که با این سیستمی که درست کردن نشون دادن که چجوری خاطرات قدیمی میتونه با این عوامل ارتباط داشته باشه: ترتیب تولد، افسردگی، رشته کالج فرد، رشته دانشگاهی فرد، الکلیسم، الکل مصرف کردن توی زندان و مردان، زنان یا مردان، رفتارهای تبهکارانه، اختلال های خورد و خوراک در زنان و موفقیتشون در مشاوره، چقدر اینا میتونن تو مشاوره و درمان موفق باشن. خب پس چه میبینیم که توی این تحقیقات اون چیزایی که آدلر میگه رو تا حدودی میان میبینن که آره ارتباط داره، انگار که یه رابطه‌ای مشخص داره. و اصولا میان میبینن که مثلا باز یه تحقیقات دیگه‌ای که میکنن بررسی میکنن که خاطرات قدیمی اونایی که آدمای خوشبینن و خاطرات قدیمی خودشون گزارش میدن خوشبینانه و با کسایی که خاطرات بدبین رو دارن چه تفاوتی داره، میان دانشجوها رو به دو بد دسته تقسیم میکنن، یه بخش اونایی که سبک تبیینی خوشبینانه داشتن با اونایی که سبک تبیینی بدبینانه داشتن، اینا رو دو تا دسته میکنن. بعد میگن خاطرات قدیمی خوشبینا با بدبینا چه تفاوتی داره، میبینن که چند تفاوت مهم داره. وقتی اینا خاطره دارن میگن افت خوشبین و بدبین، اول اینکه خوشبینا تو خاطرات قدیمی خودشون دیگران رو هم میگنجونن، دیگران هم وجود دارن تو خاطرات قدیمیشون، در حالی که بدبینا اصلا به دیگران اشاره ای نمیکنن، یا اینکه دیگران رو فقط به صورت رد یک تفکر after thought، رد فکر میبینن، یعنی مثلا یه ردی فقط دارن. دومیش اینه که خوشبینا خودشون رو فعال میبینن توی خاطرات، اونا آغازگر یه فعالیتی بودن، یا اینکه فعالانه با دیگران در واقع در یک آمیز بازی یک چیزی قاطی شده بودن، در حالی که بدبینا عموما خودشون رو پیرو میدیدن، قربانی بودن، مشاهدگر بودن. عموما خوشبینا رویاها رو، اون رویدادها یا اون اتفاقات یا رویاهایی که نقل میکردن یا خاطراتی که نقل میکردن رو روشن و واضح به یاد میآوردن، در حالی که بدبینا
صفت از صفتها استفاده میکردن. خوشبینا انگیزه های خودشون رو میتونستن بیان بکنن، در حالی که بدبینا عموما نمیتونستن، انگیزه هاشون عموما مبهم بوده. همین هفت تا سبک رو دیگه چیزایی که گفتم بهتون یکی یکی بررسی میکردم. مثلا چهارمش این که خاطراتی که خوشبینا به یاد می آوردن تعامل با ثباتی با دیگران داشته، در حالی که بدبینا نه، خاطراتی که بیاد تعاملاتش پراکنده بوده، همچین چیز نبوده. خوشبینا مثلا چیزایی رو ایجاد میکردن که درش توی رویداد خاطره یا چیزی که بیان میگفتن خودشون مسلط بودن، ولی بدبینا نه، عموماً صحنه‌هایی رو بیاد میآوردن که عموماً بهشون تسلط ایجاد شده، مثلا طرف ماجرای مادرش که بغلش کرده تسلط مثلا بهش واقف شد. و در نهایت خوشبین ها برخلاف بدبین ها تجربیات ناخوشایند رو به یاد میاره، برخلاف این بدبین ها که تجربیات ناخوشایند رو به یاد میارن، عمدتا خاطرات خوشایند رو به یاد میارن. خوشبین ها عموما خاطرات خوشایند رو به یاد میارن، بدبین ها ولی خاطرات ناخوشایند رو ایجاد میکنن. در نتیجه این تحقیقات به صورت کلی نشون میده که این که خاطرات تصادفی نیستن و افراد رویدادهایی رو از کودکی خودشون به یاد میارن که با سبک زندگی بزرگسالیشون مطابقت داره رو این تحقیقات حمایت میکنه. این نشون میده که انگار که تصادفی نیست، واقعا اینا خاطراتی رو بیاد میارن که با سبک زندگی فعلیشون همخوانی داره و نشون میده که خاطرات قدیمی با سبک زندگی افراد رابطه داره. و در نتیجه فرضیه ادلر رو مبنی بر این که سبک زندگی فعلیشون یادآوری تجربیات کودکی قدیمی شک میده رو در بعضی از موارد توجیه میکنه. اما در واقع این که شما بگید یک یافته مشخصی وجود داشته باشه که نشون بده خاطرات قدیمی با سبک زندگی فرد مطابقت دارن یا چیزی رو مشخصا بیان بکنه که سبک زندگی فعلی یادآور تجربیات کودکی قدیمیه، به صورت مشخص شاید چیزی رو تایید نکنه، این تحقیقات نشون نده، اما رابطه علت و معلولی رو نشون میده، نشون میده که رابطه‌ای با هم دارن، ولی خب به صورت مشخص عملا امکان پذیر نیست که بیان نشون بدن، در چه امکان توجیهات مخالف هم وجود داره. خیلی در اینچه حالا همه این چیزهایی که ما گفتیم اینه که اگر مثلا فرضیه آدلر درست باشه، اینا میگن که پس اگر سبک زندگی فرد تغییر بکنه خاطرات قدیمیش هم باید تغییر کنه. در اینچه روان درمانگرا میان با تغییر در خاطرات قدیمی، وقتی تغییرات در خاطرات قدیمی میبینن، این رو یک ملاکی برای ارزیابی نتایج درمان بررسی میکنه. یعنی وقتی میبینم مراجع دیگه خاطرات قدیمی که داره تعریف میکنه متفاوت شده، چیزهای دیگر رو داره میگه که جذابتره یا مثلا خوشبینانه تره، اون موقع میگن که خب احتمالا درمان داره شکل میگیره. شواهدی برای این که خاطرات در روند روان درمانی تغییر میکنه وجود داره، یعنی ثبت کردن خیلی از روان درمانگران ویژگی ها و وضع روانی بیمار رو و دیدن که بله یواش یواش میتونه این خاطرات تغییر بکنه و نشون میده که درمان اگر موفقیت آمیز باشه بیمار خاطرات قدیمی خودش رو تغییر رو میده. مثلا اصلا یه گروهی بودن به نام جین استاتون و بابی ویلبورن، اینا خیلی معروفن، سه تا خاطره قدیمی کودکان 5 تا 12 ساله رو بعد از 10 جلسه مشاوره، 10 جلسه مشاوره هفتگی میکنن، روان درمانی هفتگی میکنن، سه تا خاطره رو مونیتور میکنن، ارزیابی میکنن و بعد اینا رو میان با خاطرات قدیمی یه گروه دیگه‌ای که تحت مشاوره قرار نگرفته بودن، یعنی یه گروه بچه دیگه هم میگیرن، از اونها خاطره میگه برای اونها رو دیگه روان درمانی نمیکنن، مقایسه میکنن، بعد میبینن که این گروهی که تحت درمان روان درمانی قرار گرفتن تغییرات بیشتری در موضوع، یعنی اون هفت المانی که گفتم بهتون، موضوع، شخصیت، موقعیت، مقدار جزئیات، سطح عاطفه، اینا همه تغییر میکنه به مرور زمان که روان درمانی میشه. و به علاوه اونا نمونه جالبی رو گزارش میدن این تیم که چجوری سبک زندگی فعلی هم تغییر میکنه. وقتی فرد سبک زندگی فرد تغییر میکنه خاطرات قدیمیش هم تغییر میکنه. مثلا یکی از خاطراتی که نمیان بیان میکنه اینه که یکی از بچه‌ها میاد میگه که عمو و بابام منو ماهیگیری بردن، مشغول ماهیگیری بودن، عموم نخ قلاب ماهیگیری رو به میخ مثلا یه درخت توی آب وز کرد، یه دفعه قلابش رو کشید، قلاب برگشت و رو سر من گیر کرد مثلا.
منم منتظرشون موندم تا قلاب از سرم جدا بکنه. این خاطری بودی که بچه گفته. خب بعد از اینکه مشاوره میشه، این خاطره قدیمی منفعل یه دفعه فعال میشه. بعد از اینکه 10 جلسه مشاورهش میکنن، 10 هفته میره روان درمانی، برمیگرده میگه دوباره بهش میگن که حالا خاطره، خاطره دوباره بگو، اینم خاطراتت بگو. این میگه موقعی که 5 سالم بود ماهیگیری میرفتم، یه ماهی گرفتم. عموم نخ قلاب ماهیگیر رو پرت کرد و یه دفعه کشید قلاب و قلاب برگشت سر من گیر کرد. منم قلاب از سرم جدا کردم. یعنی ببین در بعد از 10 هفته که روان درمانی شده بوده خاطره تغییر کرده. دیگه عمو اینا ماهی نمیگرفتن، خودش ماهی گرفته. نقشش فعال شده و قلابم خودش جدا کرده کلش. در حالی در خاطری که اول قبل از روان درمانی ازش چیز کردن، اینا بچه گفته بودی که آره ما مثلا عمو ماهی میگرفته، بابا ماهی میگرفته، من ایستاده بودم چوبم، چوب قلابم دور گردنم که گره میخوره، اینا منتظر موندن بیان جدا بشن. در چه اینا نشون میدن که وقتی سبک زندگی روان درمانی ایجاد میشه، این خاطرات قدیمی میتونه تغییر بکنه و تحقیقات متعددی رو ایجاد میکنن که نشون میده که در چه خاطرات قدیمی قبل و بعد از درمان میتونه تغییر بکنه و ملاک مؤثری برای نتیجه گیری در درمان باشه. خیلی عمالی. خب حالا دیگه به انتهای بحث که رسیدیم، بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ارزیابی نظریه آدلر، که اون گزینه‌هایی که داشتیم ارزیابی میکردیم نظریهش رو ارزیابی بکنیم. خب ادلر سخنران ماهرتر بود نسبت به متن نوشتار، سخنرانیش بیانش ماهرانه تر از نویسندگیش بود. کتابایی که این نوشته زیاد منسجم نیستن، مثلا به انگلیسی نوشتارش اکثرا نامنسجمه، تواناییش در انتقال دادن نظریش به صورت مکتوب خیلی پایین بوده. با خاطر همینه که دیگران بیشتر اومدن نوشته هاش رو سر و سامون دادن و بیشتر این خودش در سخنرانی ها بیان میکرد. خب یکی که حالا بریم این چیزها رو ارزیابی بکنیم، یکی که بریم این ملاک ها رو بررسی بکنیم. از نظر ابطال پذیری یه سری نقطه ضعف هایی داره. نظریه آدلر هم مثل نظریه فروید مفاهیم متعددی رو ایجاد میکنه که نه به راحتی میشه اثباتش کرد نه میشه باطلش کرد. به عنوان مثال مثلا یه پژوهشی نشون میده که بین خاطرات اولیه کودکی و سبک زندگی فعلی فرد رابطه وجود داره، اما خب این نتایج نظر آدلر رو درباره این که سبک زندگی فعلی یا خاطرات قدیمی فرد با هم چگونه ایجاد میشن رو ما نمیتونیم دقیقا نه تاییدش بکنیم نه ردش بکنیم. اینجوری مثلا نشون نمیده که سبک زندگی فعلی خاطرات قدیمی فرد رو شکل میده یا برعکس. این توجیهات علیت و معلولی تقریبا توجیه علیتی به راحتی تبیین نمیشه و میتونه اتفاقات دیگه هم، توجیهات دیگه هم وجود داشته باشه. بنابراین یکی از مفاهیم آدلر رو این فرض که سبک زندگی فعلی خاطرات قدیمی رو تعیین میکنه و نه برعکس، ما به سختی میتونیم اثبات بکنیم یا ابطال بکنیم. یعنی ابطالش هم نمیتونیم بکنیم. این گزینه اثبات پذیر و ابطال پذیر یه مقدار پایین. پس اینجا در اینجا یکم ابطال پذیری نمره پایینی درش میگیره. تولید کردن پژوهش، اینکه آیا پژوهش تولید میکنه، خب نمره بالایی میگیره از متوسط بالاتر. یه پژوهش زیاد تولید کرده یا الان پژوهش تولید کرده. خیلی از پژوهش هایی که در زمینه روانشناسی فردنگری ایجاد شده اومدن این خاطرات رو یا گفته های ادلر رو ارزیابی کردن، در نتیجه توان تولید پژوهش داشته. یه قالب مثلا شاخص علاقه اجتماعی، مقیاس علاقه اجتماعی، مقیاس علاقه اجتماعی مثلا سالیمان، نمیدونم یه عالمه این پژوهش ها تولید شده، یه عالمه کوئسشنری و پرسشنامه و اینا بر پایه نظریات ادلر ساختن. اینکه چقدر میتونه دانش رو در چارچوب معنادار سازمان بده، خب به قدر کافی گسترده هست و در نتیجه میتونه منسجم بیاد یک چارچوبی رو تولید بکنه. نظر ادلر درباره مشکلات زندگی که در ما وجود داره این امکان رو میده که ما بتونیم یک چارچوب بندی سازماندهی ایجاد بکنیم و میتونیم عالی ارزیابیش بکنیم دیگه. قشنگ چارچوب بندی داره که آقا اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، اونجوری بشه اینجوری میشه. اصلا ساختار روان رو خیلی قشنگ اومده چارچوب بندی کرده، از کجا شکل میگیره به کجا میره، پراکنده نیست، چیز پراکنده نیست.
از نظر توانایی در هدایت کردن در واقع اقدامات هم عالیه، یعنی اون توانایی کنترل و حمایت گاید کردن در اونجا هم نمره خوب و عالی میگیره. یک لحظه من این چیز رو قطعش بکنم. بله، پس همچنین از این منظرم نمره خوبی میگیره، این توانایی هدایت کردن، توانایی در واقع گایدنس رو داره، اون بهش چی میگفتیم؟ گایدز اکشن، عملی بودن، یعنی آیا عملیاتیه؟ آیا ما میتونیم مثلا بیایم به صورت عملیاتی نظریه آدلر رو مورد استفاده قرار بدیم؟ آیا میتونیم بیایم این نظریه رو تبیینش بکنیم طوری که به صورت عملیاتی قابل استفاده باشه؟ میبینیم که بله، این به صورت عملیاتی قابل استفاده است، میتونیم در اتاق درمان یا برای حل معضلات و مشکلات روزمره ازش استفاده بکنیم. پس در اینجا هم نمره در واقع بالایی میگیره ادلر. عرض کنم خدمتتون که در مقیاس بعدی، در خب یه مسئله رو اینجا ببینیم دیگه، ما اینکه آیا روانشناسی فردنگر همسانی درونی داره یا نه، آیا همسانی درونی داره، آیا میتونه مثلا فرض بکنید یک همسانی درونی ایجاد بکنه؟ خب در اینجا ما چی میگیم؟ میگفتیم اون اینترنالی کانسیستنت، آیا اینترنالی کانسیستنت هست، آیا همسانی درونی داره؟ خب این نظریه ادلر فاقد در واقع تعریفات عملیاتی دقیقه، مثلا یه سری اصطلاحاتی مثل هدف برتری و نیروی خلاق و اینا تعریف علمی اصلا نداره، اینا تعریفات غیر علمی داره، در اینجا اصطلاح نیروی خلاق اینا مثلا یکم پیچیده است، موهومه، انگار که یه نیروی سحرآمیزی وجود داره به نام نیروی خلاق، این مواد خامش معلوم نیست چیه که اونجا مشخص نیست، در اینجا تا اندازه فلسفیه دیگه نظریه و شاید حتی اخلاق باورانه است، در اینچه برای این سوالا جوابی نداره که آقا این ماهیت اینا چیه، در اینچه به خاطر فقدان تعاریف عملیاتی از نظر همسانی درونی مقدار ضعیفه. خب پس اینچه بین از نظر همسانی درونی یه مقدار نمره ضعیفی میگیره. آخرین ملاک هم اینه که آیا ایجاز داره؟ بله، متوسط ارزیابی میتونیم بکنیم، میشه ایجاز داره، نظرش از نظر ایجاز و سادگی اینقدر پیچیدگی نداره. پس اینچه ما چی میگیم؟ میگیم که نظریه ادلر رو در این 6 منظر که میم ارزیابی میکنیم، گفتیم توانایی ایجاد فرضیه های آزمون پذیر رو داره، قابلیت اثبات پذیریش ضعیفه، توانایی سازماندهی دانش رو داره، عملیه، همسانی درونیش یه مقدار ضعیفه چون یه سری مفاهیمی رو بیان میکنه که از نظر علمی نمیتونه کامل توضیح بده، و ایجازش هم در واقع تا حدی متوسطه. خب حالا ببینیم نگاهش، برداشتش به انسان چیه، از نظر ادلر انسان رو چگونه ارزیابی میکنه، انسان در تئوری ادلر کجاست؟ خب ادلر اعتقاد داشت که اصولا انسان‌ها آزادن، خود مختارن، و در نتیجه معنایی که به تجربیات زیستی خودشون میدن شخصیتشون رو ایجاد میکنه. پس وراثت و محیط مواد سازنده شخصیت رو از نظر ادلر تعیین میکنه، ایجاد میکنه، اما نیروی خلاق این مواد رو شکل میده و به کار میندازه. در اینجا ادلر دائما هیچی میگفته افراد باید از توانایی خودشون استفاده بکنن و این در واقع استفاده افراد از این توانایی ها خیلی اهمیت داره. وراثت یه سری توانایی خاص در افراد ایجاد میکنه، محیط یه سری فرصت رو برای افزایش این توانایی ها ایجاد میکنه، اما در نهایت این خود افراد هستن که مسئولیت و کار بردن این توانایی ها رو باید به عهده بگیرن. خب پس انچه ادلر اینگونه نگاه میکرد.
علاوه بر اون افراد رو، برداشت افراد از تجربیات رو از خود تجربیات مهمتر میدونست. ببین فرقش در واقع با فروید در اینجا اینه دیگه، برداشت افراد از تجربیات از خود تجربیات مهمتره، برداشتی که تو از اون اتفاق کردی از خود اتفاق مهمتره، و در نتیجه نه گذشته و نه آینده رفتار موجود در واقع در گروه اون اتفاقات نیست. یعنی نه گذشته و نه آینده رفتار یک موجود زنده رو تعیین نمی کنه. به جاش اون در واقع برداشتی که موجود از گذشته و آینده خودش داره باعث ایجاد تبیین و یا ایجاد شخصیت فرد میشه. پس الان چه؟ برداشتی که افراد از گذشتهشون دارن و انتظاراتی که درباره آینده دارن باعث میشه که این نظام روانیشون رو تشکیل بده. خب پس الان چه؟ اینگونه ادلر میاد بیان میکنه، دیگه میگه این هدفهای آینده هستند، نه غرایز فطری یا نیروهای علیتی که افراد رو با انگیزه بکنه. یعنی یه هدف علیتی وجود نداره، یه غریزه فطری وجود نداره. هدفهایی که شما گذاشتی، برداشتی که شما، انتظاراتی که شما داری روان تو رو داره ایجاد میکنه. این هدفهای آینده غالبا میگه نامعقولن، انعطاف ناپذیرن، ولی خب آزادی درونی که ما داریم باعث میشه که ما بتونیم این اهداف رو درست شکل بدیم، از شیوه مناسبی بیایم اینا رو تبیین بکنیم و بهشون، به سمتشون گام برداریم. و در اینجا عدل داره هی چی میگه؟ هی میگه آقا افراد شخصیت خودشون رو به وجود میارن و میتونن به وسیله آموزش ها و اون نگرش هایی که در زندگی میگیرن درک جدیدی از خودشون ایجاد بکنن و شخصیتشون رو تولید کنن. و علاوه بر اون میگه که این نگرش هایی که افراد در فرایند زندگی ایجاد میکنه درکی رو ایجاد میکنه که باعث میشه افراد بتونن مسیر زندگیشون رو پیدا بکنن دیگه. یعنی هیچ کس یا هیچ شرایطی در قبال اون چیزی که یک فرد وجود داره مسئولیتی نداره، خود اهداف شخص، خود اون فردی که مسئولیت داره، باید اهداف شخص و اون اراده درونی که باعث میشه مسیر زندگی خودش رو تبیین کنه مورد ارزیابی قرار بگیره. خب این چیزایی که به صورت کلی در واقع عدل میگه. در میگه هدف نهایی هر فرد، یادتونه دیگه از هدف نهایی صحبت میکرد، میگه این هدف نهایی از فرد هر فرد در کودکی تعیین میشه، هر مقطع از زندگی هم میتونه اینو تغییرش بده، اراده آزادش داره که کار بکنه روش تغییرش بده. در این حال میگه همه انتخاب های ما حالا درست هوشیار هم نیستن، سبک زندگی از طریق انتخاب های هوشیار و ناهوشیار ایجاد میشه. پس در مجموع ببینید برداشت انسان از ادلر اینه که انسان نهایتا مسئول شخصیت خودشه. نیروی خلاق افراد میتونه احساسات متعددی از بیکفایتی بگی تا علاقه اجتماعی، تا هدف خودمحور، تا هدف برتری، هر چیزی رو میتونه تولید کنه. افراد آزادن بین سلامت روان و روان رنجوری انتخاب کنن، انتخاب میکنن روان رنجور باشن یا آزاد باشن. مثلا این خودمحوری رو نشان بیمارگونه بیماری میدید دیگه. خود محوری رو عدل میگفت نشانی از بیماریه، علاقه اجتماعی رو نشانی از پختگی روانی میدونست. خب پس انشه این یه توضیح کلی بود که مثلا حالا همه این دادم. حالا یکی که این گزارایی که من گفتم اگه بخوایم ارزیابی بکنیم چی میگیم؟ گفتیم آقا برداشت از انسان جبرگرایی در برابر اداره آزاد. عدل چی بود؟ اراده آزاد دید. اعتقاد به اراده آزاد داشت، یعنی دترمینیسم رو اعتقاد داشت، فری چویس رو اعتقاد داشت. از نظر خوشبینی خب بالا بود دیگه، پسیمیست بود ادلر، بسیار نگاه خوشبینانه ای به انسان داره دیگه، میگه این میتونه هر کاری دلش بخواد میتونه با خلاقیت خودش تعیین بکنه ساختار روان، شخصیت و زندگی خودش.
از نظر علیت در برابر قایتمندی، اینکه کازالیتی، علت و معلولی در واقع جانمایه انسانه یا تلئولوژی، کدوم بود؟ از نظر شما، به نظر شما کدوم یکی بود؟ قایتمندی. بله قایتمندی بود. قایتمند دقیقا دیگه، یعنی ایشون نگاه قایتمندانه ای داشت به از نظر علیت، قایتمندانی بود. خب بعدی چی بود؟ بعدی conscious versus unconscious، تأثیرات ناهوشیار در واقع در برابر ناهوشیار. خب اینجا تأثیرات ناهوشیار رو بسیار متوسط پایین میدید دیگه، متوسط بود تو این زمینه، یعنی میگفتش که آقا این تأثیرات ناهوشیار هست ولی انقدر نیست که فروید میگه، متوسطه. از نظر شماره 5، از نظر عوامل زیستی در برابر عوامل اجتماعی، کدوم بود؟ یعنی بایولوژیکال اینفلوئنس آن پرسونالیتی رو قبول داشت، عوامل زیستی بر ایجاد شخصیت رو بیشتر قبول داشت، یا سوشال اینفلوئنس آن پرسونالیتی؟ عوامل اجتماعی. اجتماعی دیگه، دقیقاً عوامل اجتماعی، تاثیرگذاری رو عوامل اجتماعی رو قبلش. از نظر بی همتایی انسان، که آیا انسان ها یونیک نس هستند یا سیمیلاریتی بینشون وجود داره، یعنی انسان ها با همدیگه مشابهت دارن یا بی همتان، هر کس متفاوته. ادلر چی فکر میکرد؟ بی همتان. نه چرا؟ چون میگفت هر کس نیروی خلاق میتونه با خلاقیت خودش چیز متفاوتی بر خودش ایجاد کنه دیگه، شباهتی وجود نداره. درسته که حالا شما یه خانواده این فلان، ولی میشه. این پس شد نگاه عدل، جناب آقای عدل، برداشتش از انسان. خیلی حالا عدلر تموم شد و یک بار به صورت سرفصل بیایم مرور بکنیم جناب آقای عدلر رو که اصلا چی گفتیم، یکی یکی لیست کنیم. یک، عدلر این جان مایه عدلر چی میگه؟ عدلر میگه افراد زندگی رو با نیروی تلاش فطری و نقایص جسمانی آغاز میکنن، که این دوتا با هم دیگه احساس حقارت رو به وجود میارن. این اولین گزارش. یک نقص جسمی شما همه دارید، بالغ به دنیا میایید، یه تلاش فطری هم دارین بزرگ شین دیگه، که این هی ناکام میمونه دیگه، این دوتا و در تقابل هم دیگه، این تلاش شما و اون ضعف جسمی شما ایجاد احساس حقارت میکنه دیگه. شما افشاد اگر تلاش فطری در جهان راستای بزرگ شدن نداشتید، نقص جسمی در میتی نمیداشت، یا برعکس اگر نقص جسمی نداشتید، اون تلاش در واقع تبدیل به یک احساسی مثل حقارت. پس این اولین چیزی که بعد دومین مسئله که میاد مطرح میکنه چیه؟ میگه این احساسا، یعنی این احساس حقارت، افراد رو تحریک میکنن که یک هدفی تولید بکنن که اون هدف چیره شدن بر حقارت. پس ایجاد این احساسهای حقارت باعث میشه که افراد هدفشون در زندگی بشه چیره شدن بر این حقارت. سومین مسئله که میاد میگه چیه؟ میگه حالا اون کسایی که احساس میکنن نقایص جسمی اونها بیشتر از دیگرانه، اگر احساس کنن نقایص جسمیشون بیشتر از بقیه است، سبک زندگی ناز پرورده یا قفلت شده رو تجربه میکنن. این نقایص رو اینجوری جبران افراطی میکنن و در نتیجه احساسهای اغراق‌آمیز حقارت رو دارن. برای نفع شخصی خودشون تلاش میکنن و اهداف غیر واقع بینانه‌ای تعیین میکنن. پس این سبک زندگی به اینجور جنر جان خاطراتش رو گفت فلان گفت، اینو میفهمید، این مثلا این سبک زندگیش ناز پروردگی یا غفلته. وقتی اینو بفهمی، خاطر کل بنیان طرف فهمیدی دیگه، سبک زندگیشو بفهمی، خاطرات رویاهاش هم بدونی، یه بند خدا لخته دیگه در برابر روانشو فهمیدی چیه دیگه، کجا ایراد داره، چه جوری حالا میتونی مداخله. خب عامل بعدی که میگه چی؟ میگه پس ببین
افرادی که دارای اقارت جو زیادن، اینجوری احساس اقارت اقراق‌آمیزن، سبک زندگی چی تولید میکنن؟ نازپرورده یا غفلت شده، اینجوری جبران شد. اونایی که حالا بعد میاد میگه افرادی که گزینه گذاری بعدی، افرادی که دارای احساسهای حقارت عادی هستند، احساس حقارت عادی دارن. نمیشه احساس حقارت نداشته باشی که شما بدون می اون جسم ضعیف و اون فلان و اون تلاشه تو تولید میکنه این احساس. حالا اگه این احساس حقارت عادی باشه، از طریق همکاری کردن با دیگران و پرورش دادن علاقه اجتماعی در سطوح مثلا بالاتر، این احساسات رو جبران میکنه. مطلب بعدی، اصطلاحات مفهوم بعدی که عدل بیان میکنه علاقه اجتماعی بود. میگه علاقه اجتماعی یا علایق عمیق به رفاه دیگران تنها ملاکیه که اعمال انسان رو باید به وسیلهش مورد قضاوت قرار بده. چقدر این انسان با دیگران ارتباطات درست درمونی داره. مسئله بعدی، مفهوم بعدی که بیان میکنه، میگه سه تا مشکل اصلی زندگی عشق دوستانه، کار و عشق جنسی. این سه تا مشکل اصلی زندگیه. اینا رو فقط میتونیم از طریق علاقه اجتماعی حل بکنیم. مفهوم بعدی که الدر میاد میگه، گفتیم چیه؟ گفتیم که میگه همه رفتارها، حتی اونایی که مغایر به نظر میرسن، متفاوت با ساختمان رفتاری فرد در واقع یا اهداف فرد به نظر میرسن، با هدف نهایی فرد هماهنگ. یادتونه همه رفتارهای فرد، حتی اونایی که به نظر مغایر با اهدافشه، باز با اهداف هماهنگ. مفهوم بعدی میگه که رفتار انسان توسط رویدادهای گذشته ایجاد نمیشه. میگه رفتار انسان نه توسط رویدادهای گذشته، نه توسط واقعیت عینی شکل میگیره. نه واقعیت عینی رفتار رو ایجاد میکنه، نه اتفاقات گذشته، بلکه برداشت ذهنی فرد اون رو شکل میده. من الان مثلا پدر شما، کتکت میزنم، خیلی هم کار بدی کردم، کتکت زدم، اما نهایتا نه کتک زدن من در آینده باعث میشه که شما مثلا این رفت اتفاقی افتاده باعث میشه، نه واقعیت اینی، واقعیت اینی که من تو رو کتک زدم مثلا. چی پس باعث میشه؟ برداشتی که تو از این اتفاق داری باعث میشه که، برداشت ذهنی که تو این اتفاق داری باعث میشه رفتار تو رو شکل بده. رفتار تو حالا اگر این باشه که مثلا فرض کن شما آدم پرخاشگری باشی، برداشتی که تو از این کتک خوردنت کردی میتونه برداشت این باشه که کتک خوردن من مفید بوده، بابام باعث شد که من مثلا دانشگاه قبول شم، با خیلی سختگیری کرد باعث شد مثلا من متخصص بشم، دکتر بشم، برداشت تو این بوده، برداشت ذهنی تیم بوده. مثلا چه حالا رفتار فعلی تو که مثلا خشم و استانداردهای بالا و سختگیری به فرزندانه در گروه این برداشته، میتونه برداشتم این باشه که خیلی کار بدی بوده، مثلا اینجوری بوده، آزادی های مثلا بیشتری در اختیار بذاری. پس انشه عدلت داریم یا آقا این اتفاقی در گذشته افتاده، آی بابا منو کتک زد، این باعث نشده که زندگی شما الان رفتارهای شما رو شکل بده. واقعیت عینی هم وارد نشد، باعث نشد این اتفاق رخ بده. واقعیت اینه که حالا واقعا کتک خوردی یا نخوردی اونم نیست، مهم برداشتیه که شما داشتی، برداشت ذهنی بوده که شما از اون واقعه داشتی. مسئله بعدی که میاد میگه اینه که وراثت و محیط مواد سازنده شخصیت رو تعمیم میکنه، اما نیروی خلاق افرادی که مسئول سبک زندگی اونهاست. یعنی اون پاسخی که اینا دارن میدن، نیروی خلاقش. عامل بعدی که میگه چیه؟ میگه همه افراد، مخصوصا افراد روان رنجور، از انواع گرایش های محافظ مثلا بهانه تراشی، پرخاشگری و یا کنارگیری استفاده میکنن. اینا تلاش های هوشیار یا ناهوشیاریه که برای محافظت کردن از احساس برتری کاذب دارن ایجاد میکنن. اون احساس برتری کاذب که ریشه در حقارت داره، اینا همه
تلاشیه که با گرایش های محافظ میخوان ازش محافظت. یه مفهوم دیگه ای که میگه چیه؟ نرینه نماییه. کل روانشناسی آدلر، روانشناسی فردگرایی، همین در 15 چیزی که به صورت تیتروار من دارم بهتون میگم. نرینه نمایی چیه؟ میگه آقا اعتقاد به اینکه مردا از زنا برترن خیالیه. این غیر واقعیه. این یک خیال و یک توهمیه که در بسیاری از روان رنجوری های مردان و زنان ریشه داره. واقعی نیستیم. این به واسطه در واقع یک عامل تاریخیه که در جهان ایجاد شده. و در نهایت آخرین چیزی که در روانشناسی ادلر وجود داره اینه که در درمان آدلری از ترتیب تولد، خاطرات قدیمی و رویاها برای تقویت کردن جسارت و عزت نفس و علاقه اجتماعی استفاده میشه. یعنی اون سه تا عامل جسارت، عزت نفس و علاقه اجتماعی برای اینکه تقویت بشه، ابزارش اینه که ما رویاها، خاطرات قدیمی و ترتیب تولد رو بیایم ارزیابی بکنیم. خب این شد داستان روانشناسی ادلر. حالا روانشناسی فردنگر به اتمام رسید. خب حالا بفهمید که سوالی چیزی دارید یا نه. خیلی عمالی. خب سه تا تئوری شخصیت رو بررسی کردیم تا حالا. روانشناسی فردنگر ادلر، روانکاوی فروید و روان تحلیلی یونگ. روانشناسی تحلیلی در واقع یونگ رو اومدیم ارزیابی کردیم. حالا در دیگه جلسه بعد میریم چیز رو شروع میکنیم، یک داستان جدید رو شروع میکنیم. هنوز ما توی در نظریه های روان پویشی هستیم، یعنی الان روانکاوی فروید این نظریه ادلر، روانشناسی فردنگر ادلر و روانشناسی تحلیلی یونگ، هر سه تا زیر مجموعه روانشناسی پویشی هستند دیگه. هر سه تا در واقع به عنوان روان درمانی های پویشی، نظریه های روان پویشی در واقع بیان میشه. بعد از اینا قراره بریم سراغ هفته بعد سراغ جناب ملانی کلین که نظریه روابط شی رو میده، که ملانی کلین در واقع یکی از گردن کلوفتای روانشناسیه و نظریاتش تأثیرات بسیار زیادی گذاشته، اصلا هم وزن در واقع ادلر و فروید و ایناسینم، خیلی آدم گردن کلوفتیه کلین، که جلسه بعد میریم سراغ کلین که نظریه روابط شی رو میده. خب بسیار عالی. سوالی چیزی اگر ندارید میتونید دیگه تمومش کنیم کلاس دیگه. اگه سوال چیزی دارید که خیلی عالی. بسیار عالی. پس هفته خوبی داشته باشید تا جلسه بعد. فعلا خدا نگهدارتون. شما همینطور. سلام. 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 سلام.